درجه میرسه به حالت یخ باقی میمونه، یعنی تغییر حالت نداریم، فقط تغییر دما داریم. حالا بعد از اینکه بیشتر از این بهش گرما میدیم، باعث میشه که تغییر حالت، یعنی در همون 0 درجه، یخمون از یخ 0 درجه به آب 0 درجه تبدیل میشه و اینجا تغییر فاز پیدا میکنه. حالا ببینیم در مورد انرژی جنبشی در واقع یک جسم، که جرم مولکولی جسمیمون رو میتونیم با m1 m2 و سرعت هر کدوم از اون مولکول ها رو میتونیم با v1 و v2 در نظر بگیریم، و اگر تعداد مولکول هامون هم n باشه، ببینیم انرژی جنبشی متوسط به چه صورت به دست میاد. همطور که میدونید انرژی جنبشی یک جسم برابر بود با حاصل ضرب 1/2 جرم ضرب در مجذور سرعت. خب پس بنابراین کای متوسط برابر میشه با 1/2 مجذور وی متوسط. پس اگر تک تک این جرم ها m1 1/2 m1 v1 به توان 2 باشه، جرم دوممون 1/2 m2 v2 به توان 2 باشه، به همین ترتیب چون ما n مولکول داریم تقسیم بر n تعداد اونها بکنیم، پس بنابراین انرژی جنبشی متوسطمون از این رابطه به دست خواهد اومد. بنابراین دمای مطلق جسم رو میتونیم از رابطه، اگر کا مساوی با 1/2 ام بی 2 باشه، این کا برابر با 3/2 کاتی هست، در واقع تی دمای مطلق جسم هست، و اگر کا هم ضریب ثابتی باشه برای این دما، میتونیم و اون رو با ثابت بولتزمن نمایشش بدیم، میتونیم بگیم که از این رابطه میتونیم دمای مطلق جسم رو به دست بیاریم. ضمناً میدونید که کا برابر است با 1.38 ضرب در 10^-23 ژول بر درجه کلوین. دماسنج ترموکوب. ما با روش کار دماسنج های مایعی آشنا شدیم، گفتیم که اونها با در واقع بر اثر انبساط مایع کار میکنن. وقتی که مایعی درون دماسنج باشه، در دمای 0 درجه گفتیم نگه میداریم، بعد در دمای 100 درجه هم همینطور علامت میزنیم. وقتی که در واقع گرما بهش میدیم یا اون رو در یک آب جوش قرار میدیم که دماش 100 درجه سلسیوس هست، مایع درون دماسنج منبسط میشه و به تا یه حدی بالا میره و اون دما رو 100 درجه در نظر میگیریم. و حالا تقسیم بندی دماسنج رو انجام میدادیم و دماسنج رو مدرج میکردیم. دماسنج ترموکوب همونطور که تو شکل میبینید، در واقع اگه دو سر سیم فلزی غیر همجنسی رو مانند مثلا آهن و مس رو انتخاب بکنیم و دو سر اونها رو به همدیگه اتصال بدیم، اختلاف دمای دو سر اتصال باعث میشه که جریان الکتریکی در حلقه شامل دو سیم ایجاد بشه. این پدیده رو ترموالکتریک میگن. اگر یکی از دو اتصال مثلا آ رو سرد بکنیم و اتصال دیگر یعنی بی رو گرم بکنیم تا اختلاف دمایی بین این دو اتصال ایجاد بشه، آمپرسنج حساسی که در مدار قرار داده شده عبور جریان الکتریکی رو نشون میده. هرچه اختلاف دمای دو اتصال بیشتر باشه، شدت جریان در مدار بیشتر میشه. در نتیجه میتونیم بگیم که آمپرسنج رو بر حسب اختلاف دمای دو اتصال آ و بی مدرج کردیم و از این وسیله به عنوان دماسنج استفاده میکنیم. در چنین صورتی است که به اون دماسنج میگیم دماسنج ترموکوب. این دماسنج ها به تغییر دماها بسیار حساس هستن، یعنی ما میتونیم دماهای بسیار بسیار کم تا اندازه 1000 درجه سلسیوس رو اندازه بگیریم، و به همین ترتیب اگر جنس فلز ها رو طوری انتخاب کنیم که نقطه ذوبشون بالا باشه، در نتیجه میتونیم دماهای بسیار بالا رو هم تا 1500 درجه سلسیوس اندازه بگیریم. مطلب بعدی گستره کار دماسنج هاست. در واقع هر دماسنجی با توجه به مایعی که درونش قرار داره یک گستره خاصی داره و در اون گستره میتونه اندازه گیری رو انجام بده. به عنوان مثال دماسنج مایعی میتونه از دماهای نزدیک و بالای نقطه انجماد مایع که داخلش قرار گرفته تا دماهای پایین و نزدیک به نقطه جوش مایع رو اندازه بگیره. دماسنج جیوه‌ای هم میتونه گستره دمایی بین حدود -35 درجه سلسیوس تا حدود 350 درجه سلسیوس رو اندازه بگیره. چون نقطه انجماد جیوه -39 درجه سلسیوس و نقطه جوشش هم 357 درجه سانتیگراد یا سلسیوسه. دماسنج الکلی میتونه دماهایی که در گستره حدود -110 درجه سانتیگراد تا حدود 70 درجه سانتیگراد هستن رو اندازه بگیره، چون نقطه انجماد الکل یا اتیل الکل -110 درجه سانتیگراد و نقطه جوشش عدد 78 درجه سانتیگراده. برای اندازه‌گیری دماهایی که پایین‌تر یا بالاتر از دماهای واقع در گستره کار دماسنج‌های مایع قرار دارن، می‌تونیم از دماسنج‌های ترموکوبل استفاده کنیم. دماهایی که بالاتر از دامنه کار دماسنج‌های ترموکوبل هستن، به کمک دماسنجی به نام تفسنج نوری اندازه‌گیری می‌کنیم.
همطور که میبینید شکلی که در صفحه مشاهده میکنید شکل تفسنج نوری است. طرح ساده از یک تفسنج نوری است که این وسیله برای اندازه‌گیری دماهای بالا به کار میره که نمیتونیم اونها رو به کمک دماسنج‌های مایع یا دماسنج‌های ترموکوپل اندازه بگیریم. تفسنج متشکل شده از یه دونه تلسکوپ که با تی نمایش دادیم در صفحه، که داخلش یک لامپ کوچک ال و صافی یا فیلتره که با اف نمایش داده شده، که شیشه قرمز رنگ این صافی ما، و این صافی باعث میشه که شدت نور کاهش یافته و به چشمم آسیب نرسه. وقتی نور تابیده شده از کوره جسم با دماهای خیلی بالا رو در نظر بگیرید که درون کوره قرار گرفته باشه وارد تلسکوپ میشه، زمینه روشن دیده میشه که در اون رشته تیره لامپ دیده میشه. لامپ رو میتونیم توسط مدار الکتریکی روشن کنیم و با بستن کلید کا لامپ روشن میشه. با تغییر مقاومت مدار توسط رئوستایی که در شکل با نماد آر نشون داده شده، شدت جریان در مدار لامپ رو میتونیم طوری تنظیم کنیم که روشنایی نور لامپ درست برابر روشنایی نور زمینه باشه. در این حالت دمای رشته لامپ برابر دمای کوره خواهد شد و آمپرسنج آ که قبلا بر حسب دما مدرج شده، این کار رو میتونه به کمک یک ترموکوپل انجام بده و دما رو اندازه بگیره. به این ترتیب دمای کوره یا جسم ها رو بدون تماس با اون میشه اندازه گرفت. در واقع تفسنج نوری وسیله ای است که ما بدون اینکه لمس کنیم ماده رو یا اینکه اصلا در واقع تماسی باهاش داشته باشیم، میتونیم دمای اون رو اندازه بگیریم با استفاده از نوری که وقتی که یک جسم بسیار بسیار گرم میشه میتونه از خودش نوری ساطع کنه، که همونطور که گفتم با استفاده از اون نور ما میتونیم دمای جسم رو معین کنیم. ما در مورد دما صحبت کردیم، گفتیم میزان سردی یا گرمی یک جسم رو دما میگیم و چیزی که باعث شارش گرما در اجسام میشه اختلاف دماست. حالا به مفهوم گرما میرسیم. گرما از جنس انرژیه، چون اصلا واحد گرما ژوله. پس به انرژی که به علت تفاوت دما بین دو جسم شارش میکنه گرما گفته میشه. خب مقدار گرمای شارش شده رو میتونیم با یا گرمای ویژه رو اینطور میتونیم در نظر بگیریم. مقدار گرمای لازم برای تغییر یک دمای معین به عامل‌های جر، اندازه تغییر دما و گرمای ویژه جسم بستگی داره. یه بار دیگه اینو میخونم. مقدار گرمای شارش شده. ما برای اینکه ببینیم در یک جسم چه مقدار گرما شارش پیدا میکنه، اولا باید جرم اون جسم رو داشته باشیم. یعنی مقدار گرمای شارش شده به جسم بستگی داره. ضمناً به اختلاف دمایی که در واقع داریم هم بستگی داره. یعنی هر چقدر اختلاف دما بیشتر باشه، یعنی افزایش دما مثلا داشته باشیم، گرمای داده شده به جسممون بیشتر خواهد بود. و اگر اختلاف دمامون با کاهش رو نشون بده، یعنی به اندازه مثلا دلتا تتا از دمای اولیه‌مون کاهش پیدا کرده باشه دمای ثانویه، میتونیم بگیم که کیو یا مقدار گرمایی است که از جسممون گرفته شده. به هر حال پس گرمای شارش شده رو میتونیم با استفاده از جرم و تغییرات دما محاسبه کنیم. همونطور که گفتم این گرما متناسب با جرم و دلتا تتا است. پس برای اینکه به تناسب برسیم میتونیم در عددی مانند سی که در واقع گرمای ویژه اجسام هست ضرب کنیم و این تناسب رو به یک تساوی تبدیل کنیم. پس بنابراین طبق رابطه یکی و مساوی با MC دلتا تی، که همونطور که گفتم دلتا تی با دلتا تتا برابره، پس میتونیم بنویسیم MC دلتا تتا که همونطور که میدونید سی گرمای ویژه یک جسم هست و برابر انرژی گرمایی است که به جسم به واحد جرم جسم داده میشه تا دماش یک درجه کلوین یا یک درجه سلسیوس افزایش پیدا کنه. حاصل ضرب جرم جسم در گرمای ویژه رو ظرفیت گرمایی میگیم و ما نماد سی نمایش میدیم، سی بزرگ نمایش میدیم. پس همونطور که میدونید سی بزرگ برابر با حاصل ضرب جرم در ظرفیت گرمایی ویژه، یعنی سی کوچک. پس کیو برابر میشه با سی بزرگ ضرب در دلتا تی یا دلتا تتا. در این جدول هایی که در صفحه مشاهده می کنید هم گرمای ویژه مواد مختلف رو برای شما در نظر گرفتیم تا یک تفاوتی رو اینجا مشاهده بکنید. آب در گرمای ویژه 4200 در واقع، یعنی اینکه به 1 کیلوگرم از آب ما باید 4200 جول گرما بدیم تا دماش 1 درجه سلسیوس بالا بره. یا مثلا برای نقره 234، یعنی به 1 کیلوگرم نقره ما باید 234 کیلو جول گرما بدیم تا دماش 1 درجه سلسیوس یا 1 درجه کلوین افزایش پیدا کنه. واحد گرمای ویژه هم جول بر درجه سلسیوس یا درجه کلوین خواهد بود. به این مثال ها دقت کنید. چه مقدار گرما باید به 2 کیلوگرم یخ با دمای منفی 20 درجه سلسیوس داده شود تا دمای آن به منفی 5 درجه سلسیوس برسد؟
گرمای ویژه یخ هم 2100 جول بر کیلوگرم درجه سلسیوس خواهد بود. همطور که میبینید گرمای ویژه واحدش جول بر کیلوگرم درجه سلسیوسه، ولی گرمای در واقع ظرفیت گرمایی که در برش صحبت کردیم جول بر درجه سلسیوس یا درجه